سلام مخاطبان عزیز، من محمد رضایی هستم، سازنده فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک. در این فیلم تمرینات تکمیلی از درس عاد کردن یا همون بخش پذیری در اعداد صحیح از ریاضیات گسسته فصل اولش که از کتاب پرسمان گاج انتخاب شده رو با همدیگه خواهیم دید. فایل متن این سوالات رو هم میتونید از لینکی که در کنار لینک دانلود این فیلم در صفحه ریاضی و فیزیک سایت که آدرسش رو ملاحظه میکنید site.google.com/view/برپا دانلود کنید. این تمرینات 155 تا هست، اما در این فیلم بخش اول که مربوط هست به عاد کردن و در فیلم های دوم و سوم تمرینات مربوط به هم نهشتی، معادلات سیاله و معادلات هم نهشتی رو خواهیم دید. اما این فیلم مربوط هست به درس عاد کردن. چهار فیلم هم از درس استدلال ریاضی که مربوط هست به فصل اول قرار داده شده. که 64 تمرینه، این تمرین 65 که وارد مبحث عاد کردن میشیم. این سوالات از کتاب پرسمان ریاضیات گسسته انتشارات گاج هست. در جاهای خالی عبارت مناسب بنویسید. اگر آ عاد کنه یک و آنگاه آ برابر است با، البته آموزش کامل فصل یک در فیلم مجزا داده شده، حتما اون فیلم رو ببینید. اما اشاره کنیم وقتی میگیم مثلا دو میشماره یا عاد میکنه شیشو، یعنی شیش بر دو بخش پذیره. حالا اگر آ میشماره یک و، یعنی یک بر چه عددی بخش پذیره؟ منهای یک و یک. بنابراین آ یا یکه یا منهای یک. اگر پی عددی اول باشد و آ عددی طبیعی و آد کنه پی رو، در این صورت آ برابر است با پی عدد اوله، مثلا سه. اون وقت آ اومده اینو آد میکنه، یعنی میشماره. یا باید آ یک باشه یا خود سه باشه دیگه، چون مخصومون الیه دیگه یه عدد اول نداره. اصلا تعریف عدد اول اینه که تنها دو مخصومون الیه داره، یا یک یا خودش. بنابراین یا یک یا خود پی. اگر آ بی رو عاد کنه، بی هم آ رو عاد کنه، آنگاه آ برابر است با مثلا چهار عاد میکنه چهار رو، چهار عاد میکنه منهای چهار رو، منهای چهار عاد میکنه چهار رو. بله، یعنی آ یا باید خود مساویش همون بی باشه یا منهای بی باشه. اینجا هم میبینید یا منهای اون عدد. در مورد صفر چند نکته کوتاه اما مهم در کتاب درسی که یکیش پانویسه همون صفحه اول از مبحث عاد کردن هست که صفر، صفر رو عاد میکنه یه قاعده است. اما صفر هیچ عدد غیر صفری رو نمیشماره. این همون صفر، فقط صفر رو عاد میکنه. اما همه اعداد خب صفر رو میشمارن دیگه. صفر
بر همه اعداد بخش پذیره، اما هیچ عدد غیر صفری بر صفر بخش پذیر نیست. قسمت ت میگه اگر آ بی رو آد کنه و بدونیم آ سی بی دی رو آد میکنه، جای خالی چی باید بذاریم؟ میدونیم آ بی رو آد میکنه و یه عبارتی هم باید اینجا بذاریم، اما نتیجه گرفته آ سی بی دی رو آد میکنه. آ بی رو آد میکنه، پس سی هم باید دی رو آد کرده باشه تا ما بتونیم نتیجه بگیریم آ سی بی دی رو آد میکنه. مثلا دو سه رو سی و چار آد میکنه، سه هم نه آد میکنه، دو ضرب در سه طرف های یه رابطه آد کردن رو میتونیم در هم ضرب کنیم، سی و چهار ضرب در نه آد میکنه. اما برعکسش صادق نیست. اگر صفر آد کنه آ رو، ما گفتیم صفر فقط صفر آد میکنه، آنگاه آ برابر است با صفر. یه قاعده است، باید مثل صفر فاکتوریال که برابر با یکه، درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهای زیر را با دلیل بیان کنید. میگه آ آد میکنه 17 رو، آنگاه آ آد میکنه 51 رو، آیا این درسته یا نادرسته؟ میدونیم که اگر آ بی رو آد کنه، میتونیم نتیجه بگیریم آ آد میکنه ام بی رو. این یک ویژگی رابطه آد کردنه. بیان فارسیش اینه: اگر یک عدد یک عدد را بشمارد، نتیجه میتوانیم بگیریم که آن عدد هر مضربی از آن عدد را میشمارد. یا اگر آ بی رو آد کند، آنگاه آ هر مضربی از بی رو میشمارد یا آد میکند. اگر آ 17 رو آد میکنه، این یعنی چی؟ یعنی 17 برابر با آی ضرب در یک کیوی. آ آیا 51 آد میکنه؟ کافیه نشون بدیم 51 برابر با آ ضرب در کیو پریم دیگه. چجوری از این به این برسیم؟ در 3 ضرب کنیم، 3 ضرب در 17 برابر با 3 آ کیو. 51 مساوی با آ ضرب در کیو ضرب در 3. به جای 3 کیو بذاریم کیو پریم. خب وقتی 51 برابر با آ کیو پریمه، یعنی چی؟ یعنی آ میشماره 51 رو. اینم اثباتش. یا بیایم بگیم طبقه ویژگی رابطه آد کردن که اگر آ بی رو آد کنه، آ ام بی رو آد میکنه، چون آ 17 رو آد کرده، آ 17 ضرب در 3 یعنی 51 رو آد میکنه. قسمت ب، اگر آ 24 رو آد کنه، آیا ما میتونیم نتیجه بگیریم آ 6 رو آد میکنه یا آ 8 رو آد میکنه؟ نه. مثلا آ آد میکنه 24 رو، آ هم در نظر بگیریم چند؟ 12. آیا 12 6 آد میکنه یا 12 8 رو آد میکنه؟ نه. درسته، ممکنه بگید 2 24 رو آد میکنه، 2 6 رو آد میکنه یا 2 8 رو، اما یک رابطه رو ما وقتی میتونیم درست بگیم که به ازای هر مقدار بتونیم نتیجه بگیریم، نه اینکه یه مقدار پیدا کردیم درست بود بگیم این گزاره درسته.
گذاری شرطی وقتی درسته که به ازای اون مقادیر که سورم سور عمومیم هست درست باشه. رابطه آ نوزده رو آد میکنه، آنگاه چهار آ هفتاد و شیش رو آد میکنه، درسته یا نه؟ بله، دو طرف رو در چهار ضرب کرده. اگر میگفت آ هفتاد و شیش رو آد میکنه درسته، چهار آ هم هفتاد و شیش رو آد میکنه درسته. اثباتش هم خیلی راحته. اینجا میگیم نوزده برابر با آ کیو، دو طرف رو در چهار ضرب کنیم، اثبات میشه دیگه. این طرف میشه 76، این طرف میشه 4 آ کیو. قسمت ت میگه اگر آ 3 رو آد کنه، آنگاه میتونیم نتیجه بگیریم آ 243 رو آد میکنه، آیا درسته این یا نه؟ 243 ممکنه بگید اصلا چه عددیه؟ خب تاییدیش کنید دیگه. اولین چیزی که از یه عدد به ذهنمون میاد اینه که وقتی تاییدیش کنیم به چه عواملی، عوامل اولی تاییدیه میشه. بر 3 بخش پذیره میشه 81، بعد اینم که میدونیم 3 به توان 4. میگه اگر آ 3 رو بشماره، آ 3 به توان 4، 3 به توان 5، 3 به توان، بله دیگه. اگر آ بی رو بشماره، هر توانی از بی رو میشماره، حتی دو طرف هم به توان n برسونیم باز درسته. یعنی آ به توان n، بی به توان n هم میشماره. اینا ویژگی های رابطه ی آد کردنه. یا این یکی، البته این ویژگی رو ما نداریم، برعکسش رو داریم. اگر آ بی رو آد کنه، آ سی رو آد کنه، نه تنها میتونیم نتیجه بگیریم آ بی به علاوه سی رو آد میکنه، بلکه هر ترکیبی از ذرایب این دو رو میتونه آد کنه. اما برعکسش نه. مثلا ما میخواییم دلیل بیاریم دیگه، مثال نقض رو از درس استدلال ریاضی میتونیم به کار بگیریم. میگیم از آ بی به علاوه سی رو آد میکنه، میگید شما نتیجه میگیریم آ سی رو آد میکنه یا آ بی رو. ما برای اینکه این گزاره رو زیر سوال ببریم، نشون بدیم نادرسته، یه مثال نقض میاریم. مثلا 10 6 به علاوه 14 رو که 20 آد میکنه، اما نه، 10 6 رو آد میکنه و نه 10 14 رو آد میکنه. یعنی کلن این مثال نشون داد که این رابطه به صورت کلی غلطه. ممکنه مثالی بزنیم که تایید کنه، اما به صورت کلی نه. میگه اگر فرض کنیم A, B, C, D رو آد میکنه، مثلا 3 ضرب در A, B مساوی با C, D، مثلا 3 ضرب در 8 مساوی 2 ضرب در 12. A, B, C, D اعداد صحیح و ناصفرن. در این صورت سه رابطه آد کردن بنویسید. به صورت کلی اگه بخوایم بنویسیم، میتونیم بگیم الان اینجا 3 24 آد میکنه، 8 24 آد میکنه، 2 24. پس اینجوری میتونیم بگیم A C, D رو آد میکنه، B C, D رو آد میکنه، سی آبی رو آد میکنه، دی آبی رو آد میکنه. سه رابطه خواست، ما چهار رابطه نوشتیم.
همچنین آبی سیلی رو عاد میکنه یا سیلی آبی رو عاد میکنه. از ویژگی های رابطه عاد کردن و قوانینی که در مورد اون در این فصل وجود داره برای مسائل مختلف باید استفاده کنیم. مثلا سوال 68 میگه از رابطه دو ان دو منهای 7 ان و علاوه 4 که عاد میکند 1 را چند مقدار طبیعی برای ان به دست میاد. ما گفتیم یکی از ویژگی های رابطه عاد کردن که البته روشن هم هست، اگر آ عاد میکنه 1 و آ یا 1 یا چیه؟ منهای 1 دیگه، غیر از این که نیست. شمارنده دیگه برای 1 متصور هستی؟ نه. پس یعنی 2n2 اینجا دیگه وارد ریاضی دهم میشیم. 7n به علاوه 4 مساوی با 1، معادل درجه 2 رو حل باید کنیم که میشه 2n2 منهای 7n به علاوه 3. از دلتا حل کنیم، دلتا میشه b2 49 منهای 4 ضرب در 2 ضرب در 3 منهای 24 میشه دلتاش 25. خوشحال میشیم که مجذور کامله. n میشه منهای b یعنی مضرب n به علاوه منهای رادیکال دلتا تقسیم بر 2a که ضریب n 2 میشه 4. یه جواب میشه 7 به علاوه 5 12 تقسیم بر 4 3 قابل قبولی. یه جواب میشه 7 منهای 5 2 تقسیم بر 4 1 2 غیر قابل قبولی. چرا غیر قابل قبولی؟ چون این باید طبیعی باشه. اما این فقط برای وقتی بود که 2 n 2 منهای 7 n به علاوه 4 مساوی با 1 گرفتیم. یه حالت دیگه این هست، 2 n 2 منهای 7 n به علاوه 4 مساوی منهای 1 باشه، که از اینجا باید یه معادله درجه 2 به دست میاد. دلتای اینم تشکیل میدیم، b2ش میشه 49 منهای 4 ضرب در 2 ضرب در 5 40، باز دلتاش میشه 9. خوشحال میشیم که مجذور کامله. 7 به علاوه منهای رادیکال دلتا تقسیم بر 2a، یه جواب 7 به علاوه 3 5 تقسیم بر 10 تقسیم بر 4 به 2 ساده کنیم 5 دوم. یه جواب 7 منهای 3 4 تقسیم بر 4 1. بنابراین n مساوی با 1 هم از اینجا قابل قبول، n مساوی 3 هم از معادله اولی که نوشتیم. بنابراین وقتی میگه چند مقدار، دو مقدار، مقدارهاش هم چیه؟ n مساوی 1، n مساوی با 3. مسائل ریاضی رو گسسته مخصوصا در فصل اول میبینید که ترکیب میشه با ریاضی. بعضا حسابان دیدید تو درس استدلال ریاضی حتی با هندسه ترکیب شد. سوال 69 میگه اگر آ بی رو عاد کنه ثابت کنید آ منهای بی رو عاد میکنه، منهای آ بی رو عاد میکنه، منهای آ منهای بی رو. خیلی این اثبات ها راحت هست اگر یه مقداری مفاهیم عاد کردن رو خوب درک کرده باشیم. وقتی آ بی رو عاد میکنه میتونیم یه رابطه تساوی معادل با این بنویسیم. مفهوم آ عاد میکنه بی رو یعنی آ میشمره بی رو، یعنی بی بر آ بخش پذیره. یعنی بی رو تقسیم بر آ میکنیم باقی مانده میشه صفر. پس خارج قسمتش یه عددی مثل کیوه. پس معادل این رابطه عاد کردن بی مساوی با آ کیو مینویسیم. خب حالا وقتی ما قرار ثابت کنیم اگر آ بی رو عاد میکنه نتیجه بگیریم، آ عاد میکنه منهای بی رو، از اثبات بازگشتی میخوایم استفاده کنیم، یعنی
بگیم منهای بی رو میخواییم ثابت کنیم برابر با آ کیو پریم. نگاه میکنیم به این رابطه و این رابطه اولی که به عنوان فرض داریم، بعد نگاه میکنیم به اینجا. چجوری اینو به این تبدیل کنیم؟ کافیه این رابطه رو در منهای بی ضرب کنیم، در منها ضرب کنیم. بعدن میگیم منهای بی برابر با منهای کیو در آ. حالا این منهای کیو رو بگیریم همون کیو پریم، میشه آ کیو پریم، ثابت کردیم. میگیم پس این بدیهی بنابراین آ منهای بی رو آد میکنه. البته یه جورایی اثبات مستقیم هم شد. حالا میخواییم ثابت کنیم اگر آ بی رو آد میکنه آنگاه منهای آ بی رو آد میکنه. شبیه همون، فقط باید یه مقدار تکنیک رو عوض کنیم. اگر منهای آ بی رو آد میکنه معادل این تساوی بی برابر با منهای آ کیو پریم. ما رابطه بی مساوی آ کیو رو داریم، میخواییم نشون بدیم که بی برابر منهای آ کیو پریم. چی به نظرتون میاد؟ میگید این طرف که همونه. خب فقط کافیه چیکار کنیم؟ بگیم بی برابر با آ ضرب در، بگید منهای کیو پریم. بگیم کیو برابر یه مقداری هست دیگه، قرینه یه مقداری، اونو میداریم منهای کیو پریم، ثابت شد. یه بار دیگه میگیم بی برابر آ کیو. مگه شما نمیگید میخوای ثابت کنی بی برابر منفی آ کیو پریم؟ ما میگیم این منهای کیو پریمی که شما میخوای ثابت کنی همون کیو اولی ما. حله؟ میگه بله درست. میگیم خب پس ثابت کردیم منهای آ بی رو آد میکنه. یا اینطوری میتونیم بگیم، میگیم شما میگی از آ بی رو آد میکنه، میخوای نتیجه بگیری منهای آ بی رو آد میکنه، یعنی بی برابر با منهای آ کیو پریم. اینو بنویس، منهای آ در منهای کیو، اینو داشتیم دیگه، این پایینیه رو همون بی مساوی آ کیوه. بعدم به جای منهای کیو میگیم گذاشتیم کیو پریم. این همونه دیگه، فقط یه بیان دیگه. اما آخریش که میگه منهای آ منهای بی رو آد میکنه، این دیگه از اون ساده تره. ما میخواییم نشون بدیم منهای بی برابر با منهای آ در کیو. فقط کافیه این رابطه اول که داشتیم بی مساوی با آ کیو، دو طرف رو در چی ضرب کنیم؟ منها. بعد بدیهی دیگه ثابت میشه، دو طرف رو در یه منفی ضرب کردن تساوی دیگه روشنه. ثابت کنید اگر آ عدد بی را بشمارد، خب اینو اول بنویسیم به زبان ریاضی، آ بی رو میشماره، آنگاه بی دو، آنگاه بی دو رو میشمارد. و در حالت کلی بی به توان n رو میشمارد. خب ما میگیم از آ بی رو میشمارد، یه رابطه تساوی داریم. بی مساوی با چی؟ آ کیو. داره رابطه های آد کردن رو به صورت معادل تساویش مینویسیم تا بتونیم روش عملیات انجام بدیم. میگیم شما میگی ثابت کنید بی دو برابر با آ کیو پریم. ما میگیم اینجا دو طرف رو در بی ضرب کنیم، درسته دیگه، دو طرف رو در بی ضرب میکنیم، این میشه بی دو مساویه
بیه ضرب در آه ضرب در کیو. ما میگیم آ رو بیاریم کنار جا به جایی کنیم آ بی کیو، به جای بی کیو همون کیو پریم رو بذاریم بی دو میشه آ کیو پریم. آ کیو پریم هم مساویه با بی دو، یعنی آ میشماره بی دو رو، اثباتش به این صورت میشه. یا نه یه روش دیگه میگیم آ بی رو آد میکنه. یه ویژگی آد کردن هم اینه که بی هر توانی از خودش رو آد میکنه، از جمله توان دو. خاصیت تعدی رابطه آد کردن، اگر آ بی رو آد میکنه بی هم بی دو رو، یعنی آ بی دو رو آد میکنه. اینجا اگر آ بی رو آد میکنه بی بی به توان اینو، یعنی آ آد میکنه بی به توان این اینو. یا نه بیام از همون ضرب کردن بگیم اینجا میگی بی مساوی با آ کیو، میخوای نتیجه من بگیرم که بی به توان این برابر با آ کیو پریم. کافیه این طرف ها ضرب در بی به توان این منهای یک کنم، این طرف هم در بی به توان این منهای یک کنم و این طرف میشه بی به توان n. اینجا هم به جای a ضرب در b به توان n منهای 1 میذارم q پریم، بعد نشون میدم که a b به توان n رو آد میکنه. این ویژگی های آد کردن هست که در درس هم اثباتاشو دیدیم. اینجا چون تمرین ها جامع هست، در اینجا برخی از اثبات های ویژگی ها هم آورده. قسمت الف و ب رو حل کردیم. سوال 71. در صورت درست بودن عبارت های زیر آن را ثابت کنید و در صورت نادرست بودن یک مثال نحو برای آنها بیاورید. تو درس استدلال ریاضی گفتیم از کجا باید بفهمیم یه عبارت درست از کجا نادرست، کجا از کجا باید بفهمیم؟ بله فقط تمرین کردنه، اگر ما چجوری میتونیم بسیاری از مسائل رو تشخیص بدیم بدون اینکه علم ما خیلی زیاد باشه. علم از کجا به دست میاد؟ از تلاش کردن. آیا از این که A B C رو آد میکنه میتوانیم نتیجه بگیریم که A حداقل یکی از دو عدد B و C رو آد میکنه؟ چرا؟ دیدیم عکس آ بی رو آد میکنه، آ سی رو آد میکنه که آ بی سی رو آد میکنه صادق نیست. مثال نقص 12 24 رو آد میکنه، اما 12 یعنی همون 3 ضرب در 8 دیگه، اما 12 نه 3 رو آد میکنه نه 8. بنابراین این مثال نقضی هست برای این. البته گفتیم میتونیم مثال هایی بزنیم که تایید کنه، اما ما هدفمون رد کردن این گزاره کلیه. آیا از اینکه آب بی رو آد میکنه سی دی رو آد میکنه میتونیم نتیجه بگیریم؟ ما حتی یه طرفش هم نمیتونیم. نه چرا، یه طرفش رو میتونیم، اما یعنی اگر آب بی رو آد کنه آ سی رو آد کنه میتونیم نتیجه بگیریم آ بی به علاوه سی رو آد میکنه، اما اگر آ بی رو آد کنه سی دی رو آد کنه نمیتونیم این طرف ها رو با هم جمع کنیم. مثلا 2 4 رو آد میکنه، 3 6 رو آد میکنه. الان نگاه کنید این تاییدشه، 2 به علاوه 3 4 به علاوه 6 رو آد میکنه، 5 10 رو آد میکنه. این مثال نقض نیست. مثال نقض این مثلا میتونه این باشه، 2 4 رو آد میکنه، 9 9 رو آد میکنه، 11 13 رو آد نمیکنه. وقتی یک گزاره غلطه معنیش این نیست اصلا
برای هیچ مقداری، بلکه کلیتش که میگه هر مقداری نادرسته. آیا از اینکه آ بی رو آد میکنه میتونیم نتیجه بگیریم کاذب در آ یا کا آ آد میکنه کا بی رو؟ بله، خیلی بدیهی هم هست، اثبات هم میتونیم کنیم. آ بی رو آد میکنه، میگه میتونیم نتیجه بگیریم کا آ آد میکنه کا بی رو، کافیه بی مساوی آ کیو رو دو طرف رو در کا ضرب کنیم، یعنی میشه کا بی مساوی با کا آ کیو، کا بی مساوی با آ کا کیو، یا به خاطر اینکه میخوایم کا رو نشون بدیم کا آ کیو، میخوایم نشون بدیم کابی مساوی با کا آ ضرب در آره دیگه، همینجا میتونیم تنها کنیم بگیم که کا آ میشمره کا بی رو. حالا میگه برعکسش رو چی؟ اگر کا آ آد کنه کا بی رو، میتونیم نتیجه بگیریم که آ بی رو آد میکنه؟ اینم ببینیم میتونیم اثبات کنیم یا نه. کا آ آد میکنه کا بی رو، آیا میتونیم نتیجه بگیریم آ بی رو آد میکنه؟ خب اینجا میگیم یه رابطه تساوی معادل همین رابطه آد کردن بنویسیم، دو طرف رو به کا ساده میکنیم، میشه بی مساوی آ کیو، بنابراین از بی مساوی با آ کیو میتونیم نتیجه بگیریم که آ آد میکنه بی رو. پس آوی هم که عدد در نظر نگرفتیم، متغیر در نظر گرفتیم، ثابت کردیم این رابطه معکوس هم درسته. ثابت کنید اگر عدد آ عدد بی رو بشمارد، اینا همه ویژگیه، هنوز وارد مسائل نشدیم، اگر آ بی رو بشمارد، بی سی رو بشمارد، این هم خاصیت تعدیه، آ سی رو میشمارد، اینو میگه اثبات کنیم، خاصیت تعدی رو میگه اثبات کنیم، میگیم آ بی رو میشماره یعنی بی مساویه آ کیو، بی سی رو میشماره یعنی سی مساویه بی کیو پریم. حالا میگی شما ثابت کن آ آد میکنه سی رو، یعنی سی مساویه آ کیو لگوند. چجوری ثابت میشه؟ میگیم اینجا به جای سی اگر در نظر بگیریم بی کیو پریم، آ بذار ببینیم چجوری باید برسیم به این، بی مساوی آ کیو، سی مساوی، ببینیم خاصیت تعدی رو همینجا میتونیم پیاده کنیم، بی مساوی آ کیو، بعد دیگه اینجا جایگذاری کنیم. ما میدونیم رابطه آد کردن بر مبنای اصلا خاصیت تعدی خاصیتی هست که تو خیلی از جاها استفاده میکنیم، مثلا اگر آ مساوی با بی باشه، بی مساوی با سی باشه، میگیم آ مساوی با سی. اینجا بی مساوی آ کیو کافیه جایگذاری کنیم، از اینجا بذاریم میشه سی مساوی با آ کیو کیو پریم، بعدن اینجا کیو کیو پریم رو میگیریم یک کیو زگوندی، بعدن میگیم آ آد میکنه سی رو، اثبات میشه. بریم سراغ تمرین 74. باز اثباته. ثابت کنید هرگاه عددی دو عدد را بشمارد، آنگاه مجموع تفاضل آنها را هم میشماره. میگیم اگر آبی رو میشماره و همچنین میدونیم آ سی رو میشماره، میخوایم نتیجه بگیریم آ
بی به علاوه منهای سی، یعنی یه بار بی به علاوه سی یه بار بی منهای سی، مشابه هم اثبات میشه. آ بی رو میشماره، یعنی بی مساوی با آ کیو. آ سی رو میشماره، یعنی سی مساوی با آ کیو پریم. کافیه طرفین رو جمع کنیم، طرفای چپ رو با هم جمع کنیم، میشه بی به علاوه سی مساوی آ، که اگر از آ فاکتور بگیریم دیگه یه راست میتونیم ببینیم که اگر کیو به علاوه کیو پریم یه عدده بگیریم، مثلا کا آ آد میکنه بی به علاوه سه. برای تفریقش هم فقط کافیه چیکار کنیم؟ منها کنیم طرف اینو، بعد میتونیم نشون بدیم که این رابطه برای تفاضلشون هم صادقه. اما سوال کرده آیا عکس این مطلب درسته یا نه؟ با مثال نقص میتونیم نشون بدیم نه درست نیست. مثلا یک مثال نقص در نظر بگیریم. خیلی راحت میتونیم بگیم 6 6 رو عاد میکنه، اما نه 6 2 رو عاد میکنه و نه 6 4 رو. با اینکه 2 به علاوه 4 عاد میکنه 6 رو. بله، مثال هایی هم میتونیم بزنیم که این رو تایید کنه، اما ما اینجا میخوایم این گزاره کلی رو رد کنیم، مثال نقص نیاز داریم. سوال 75 میگه ثابت کنید اگر آ بی رو عاد کنه بی هم مخالف با صفر، در این صورت آ کوچکتر مساوی قدر مطلق بیه. البته خیلی روشنه، وقتی یه عدد یه عدد رو میشموره، خب یه دونه مقسوم رأی از اونه، نمیتونه بزرگتر از اون باشه، حداکثر میتونه مساویش باشه، 4 عاد کنه 4 رو. اما میگه اینو اثبات کنید، میگه اگر آ بی رو میشموره ثابت کنید که قدر مطلق آ کوچکتر مساوی قدر مطلق بیه. ما میگیم از اونجایی که آ میشماره بی رو، یعنی بی مساوی با آ ضرب در کیوه، درست؟ یه قدر مطلق از دو طرف میتونیم در نظر بگیریم، قدر مطلق آ کیو رو هم میتونیم بگیم قدر مطلق آ ضرب در قدر مطلق کیو. از اونجایی که کیوی عدد صحیح هست، قدر مطلقش وقتی در آ داره ضرب میشه، یعنی چی؟ یعنی یه مضربی از بی رو ایجاد میکنه. همینجا میتونیم بگیم با توجه به اینکه قدر مطلق کیو بزرگتر مساوی با یک، بنابراین قدر مطلق بی بزرگتر مساوی با قدر مطلق آ. خیلی از عبارت هایی که به نظرتون میاد میگه اثبات کنید، انقدر بدیهیه که میگید چجوری اصلا اینو اثبات کنیم؟ این روشنه دیگه، یه شمارنده یه عدد از اون عدد که بزرگتر نمیشه. اما میبینید که باید از قواعد استفاده کنیم، مثل خیلی از مسائل هندسه. میگید بدیهیه که مثلا نیمساز رأس در مثلث متساوی و ساقین عمودم هست بر ضلع مقابل، شما باید اثبات کنید از طریق همنهشتی که دو مثلث ایجاد میشه. ثابت کنید اگر آ بی رو عاد کنه بی هم آ رو عاد کنه، آن وقت میتونیم بگیم آ مساوی مثبت منفی بی. این رو میتونیم از بالایی هم کمک بگیریم، میگیم آ بی رو عاد میکنه بی آ رو عاد میکنه، از بالایی بگیم قدر مطلق بی بزرگتر مساوی قدر مطلق آ، از پایینی هم بگیم قدر مطلق آ بزرگتر مساوی قدر مطلق بی. چون این دو همزمان اتفاق افتاده و بینشون،
یعنی قدر مطلق A مساوی با قدر مطلق B باید باشه تا این شرایط که هم بزرگتر مساوی هم کوچکتر مساوی برقرار باشه، یعنی A مساوی با مثبت و منفی B. باز اثبات، اگر A B رو آد کنه آنگاه A به توان N B به توان N رو آد میکنه. A B رو آد میکنه، میخواییم نتیجه بگیریم. A به توان N B به توان N رو آد میکنه. معادله این رابطه آد کردن B مساوی با A Q دو طرف رو به توان N میرسونیم. یعنی B به توان N مساوی A به توان N Q به توان N. اینجا باید چه جوری فاکتور گیری کنیم؟ لازم نیست بگیم A به توان N B به توان N Q به توان N رو بگیریم، Q پریم حله. اینجا نشون دادیم Q به توان N هم یه عدد صحیح میشه دیگه، هر عدد صحیح به توان یه عدد طبیعی عدد صحیح میشه دیگه. بنابراین نشون دادیم A به توان N آد میکنه B به توان N. اما وارد یه سری از مسائلی میشیم که تیپ هایی که از این مسائل میبینید در کنکورم مطرح هست، در امتحانات نهایی هم هست، در تمرینات کتاب هم هست. البته دلیل اینکه در کنکور و تمرینات یعنی امتحانات هست این هستش که در تمرینات کتاب هست و الا کنکور و امتحانات چیزی جدا از چیزهایی که در کتاب هست نیست. یه مقدار پیچیده ترش هم اینجا خواهیم دید. میگه دو عدد داریم که به وسیله A شمارده میشه. ببینید میگه اگر A مخالف با صفر، عددی صحیح و دو عدد 6M به علاوه 5 و 5M به علاوه 4 بر A ببخشید بر A بخش بدیر. نه درست دیگه، A میشماره این دوتا عدد رو. وقتی میگه این دوتا عدد بر A بخش وزیرن، یعنی A میشماره اون دوتا رو. پس A 6M به علاوه 5 رو میشماره، A 5M به علاوه 4 رو میشماره. میگه ثابت کنید A مساوی مثبت و منفی 1. ما میگیم اگر ما قرار A مساوی مثبت و منفی 1 رو ثابت کنیم، از کجا این درس آد کردنه؟ ما یاد یک ویژگی میافتیم، اگر A آد کنه یکو نتیجه میگرفتیم A مساوی مثبت و منفی 1. میگیم پس این نخواسته اینجوری به ما بگه، گفته A مساوی مثبت و منفی 1. یعنی ما باید خودمون تشخیص بدیم که باید برسیم به اینکه A آد میکنه یکو. حالا میایم از ویژگی های رابطه آد کردن استفاده میکنیم برسیم به اینکه آ آد میکنه یک و بعد نتیجه بگیریم. چون آ آد میکنه یک و آ مساوی مثبت منفی یک، اما چه جوری برسیم؟ یه ویژگی مهم داشتیم، اگر آ آد کنه بی رو، آ آد کنه سی رو، هر ترکیبی از ذرایب بی و سی تفریق و جمعشون هم آد میکنه. یعنی اگر من اینجا رابطه بالا رو در 5 ضرب کنم، رابطه پایین رو در منهای 6 ضرب کنم، یا نه برای اینکه میخوام جمع ببندم اینو در 6 اینو در منها، که وقتی جمع بستیم آ تنها بشه. خب اینجا چی میشه؟ اینجا میشه آ آد میکنه. البته همونم میشد دیگه، بذارید همون اولی هم بنویسیم، هر دوتاش میشه فرقی نمیکنه. ما که آ رو نمیخواستیم ضرب کنیم، البته همینم که نوشتیم و میتونیم بریم جلو.
آد میکنه منهای سی ام، منهای 25 رو پایینی هم در 6 در کنیم سی ام و علاوه 24 رو. اینجا میرسیم به اینکه آ آد میکنه منهای 1 رو. اگر آ آد میکنه منهای 1 رو نتیجه میگیریم چی؟ آ مساوی مثبت منفی 1. اگر اونجوری هم ضرب میکردیم یعنی 5 اینجا منهای 6 میرسیدیم به 1. آ آد میکنه 1 رو، بنابراین آ مساوی منفی 1 یا مثبت 1. بنابراین معادله دیگه، اگر آ منفی 1 رو آد میکنه شبیه همون هست که آ 1 رو آد میکنه. بنابراین میتونیم به این صورت اثبات کنیم. یه سری از ویژگی ها رو یاد گرفتیم داره برای اثبات ازش استفاده میکنیم. اعداد طبیعی کوچکتر از 70 که به صورت 5n به علاوه 2 و 2n منهای 3 بوده و نسبت به هم اول نیستن را به دست آورید. خب این خیلی تمرین هست، اگر یه نفر بخواد سر جلسه امتحان برای اولین بار اینو ببینه نمیتونه حل کنه، حتما باید بدونه چیکار باید کنه. ما باید برای اینکه نشون بدیم دو عدد نسبت به هم اولن یعنی باید چیکار کنیم؟ اگر نسبت به هم اول باشن یعنی به میمیمشون یکه، مثلا 13 و 12. حتی دو عدد مرکب هم میتونن نسبت به هم اول باشن، مثل 25 و 64. لازم هم نیست مجذور کامل باشن، مثل 8 و 25 یا 125 یا 15. اینا نسبت به هم اولن. اعداد طبیعی کوچکتر از 70 که به صورت 5n به علاوه 2 و 2n منهای 3 بوده و نسبت به هم اول نیستن. یعنی چی نسبت به هم اول نیستن؟ یعنی 5n به علاوه 2 و 2n منهای 3 به میمیمشون یه چیزی هست غیر از یک، مثلا دی. یعنی دی آد میکنه 2n منهای 3 رو، دی آد میکنه 5n به علاوه 2 رو. حالا بیایم روی اینا عملیات انجام بدیم، nش از بین بره، بعد ببینیم دی چه اعدادی رو آد میکنه. خب در چی ضرب کنیم؟ ضرایب دیگه، این دستگاه دو معادله دو مشهور. برای اینکه منفی هم این بالا مثبت بشه جمع می‌بندیم. البته میتونیم تفریق هم کنیم، اینو بذاریم منها، پایینو بذاریم دو. حالا اینجا میرسیم دی آد میکنه منهای 10n به علاوه 15 رو و دی آد میکنه 10n به علاوه 4 رو. از اینجا نتیجه میگیریم دی آد میکنه 19 رو. از اینجا به بعد دیگه باید ابتکار به خرج بدیم. اینجا دی رو داریم چی؟ 19. دی رو که به دست آوردیم 19، تازه باید تحلیل کنیم. یعنی چی؟ یه سری اعداد هستن که کوچکتر از 70ن و به میمیمشون شده 19 و به فرم 5n به علاوه 2 2n منهای 3. آیا میتونیم بگیم 19 38 بعد ضریب 3 میشه 57 76 دیگه بزرگتر نمیشه؟ آیا میتونیم اینا رو مساوی 5n به علاوه 2 یا 2n منهای 3 قرار بدیم؟ بله،
یه روشش. به ازای هر کدوم این به دست اومد، اون میتونه مورد نظر باشه. دیگه لازم نیستش که برای هر دو این به دست بیاد. یه دونه این به دست بیاد از هر کدوم. مثلا الان نگاه کنید تو بالایی میشه چند؟ 19 منهای دو 17 پنجم. اما تو پایینی میشه چند؟ این 11. این قابل قبوله. یا بگیم 5 این به علاوه 2 مساوی با 38، 5 این به علاوه 2 مساوی 57. باز اینجا جواب داریم 2 این منهای 3 مساوی با 38. خب اینجا جواب نداشتیم. از اینجا 55 این 11 به دست میاد. آیا فقط یه جواب داره؟ به نظرمون میاد بله. از هر لحاظم تحلیل کردیم به نظرمون درست بود. یه بار دیگه ببینیم چی کار کردیم. یه بار دیگه ببینیم چی گفتیم. گفتیم از اونجایی که 5 n به علاوه 2 یه عددی هست، و دو این منهای سم یه عددی هست که این اعداد کوچکتر از 70، نه اینکه خود این. توی کتاب پرسمان اینو کوچکتر از 70 در نظر گرفته به عنوان پاسخ. وقتی میگه اعداد طبیعی کوچکتر از 70 که به صورت 5 این به علاوه 2، یعنی 5 این به علاوه 2 باید کوچکتر از 70 باشه، نه اینکه این کوچکتر از 70. وقتی میگه نسبت به هم اول نیستن، بنابراین ما میتونیم در نظر بگیریم یه شمارنده یا مقسوم رأی مشترکی مثل دی داره. بعد اومدیم گفتیم 5 n به علاوه 2، بعد دی آد میکنه 2 n منهای 3 رو، بعد اینو مثلا در منهای 2 میتونیم ضرب کنیم، اینو در 5 ضرب کنیم، یا اینو در منهای 5 ضرب کنیم، اینو در 2 ضرب کنیم، که بعد رسیدیم به اینکه دی آد میکنه 19 رو. وقتی دی آد میکنه 19 رو، یعنی دی آد میکنه 2n به علاوه 2n منهای 3 رو، یعنی 19 آد میکنه 2n منهای 3 رو. یعنی چی؟ یعنی 2n منهای 3 مساوی با 19 ضرب داره یک کای، یعنی n مساوی با 19 کای و علاوه 3 دوم. خب اینجا اگر کارو بذاریم 1، کارو بذاریم 2، مقادیر به دست میاد. اگر کارو بذاریم 1، n در میاد 11، که هم به جای این اینجا اگر بذاریم 11 میشه 55 به علاوه 2 57، هم اینجا 22 منهای 3 19. اما اگر بذاریم 2 میشه 38 به علاوه 3 41 دوم، نمیشه، قابل قبول نیست. کارو بذاریم 3 میشه 3 9 تا 27 تا 57 به علاوه 3 60 تقسیم بر 2 30. اما اینجا اگر نگاه کنید به جای n بذاریم 30، درست 2n منهای 3 کوچکتر از 70، اما 5n به علاوه 2 نیست. اما گفتم تو کتاب پرسمان کاج اومده تا n
مساوی 68 رو از همین روش به دست آورده. ممکنه بگید چرا ما 19 آد میکنه 2 n من های 3 رو در نظر گرفتیم؟ شما میتونید در نظر بگیرید که 19 آد میکنه 5 n به علاوه 2 رو، باز به همین میرسید، یعنی میشه 5 n به علاوه 2 مساوی با 19 کاپریم، n میشه 19 کاپریم منهای 2 پنجم. حالا به جای n بذارید 1 بذارید، خب بخش بدیل نیست دیگه، 19 منهای 2 17، 2 بذارید 38 باز نمیشه، 3 بذارید میشه 57 منهای 2 پنجم، میشه n اولتون به دست میاد. بنابراین همون جوابا رو میتونید به دست بیارید، اما از یه طریق دیگه. یا اینجا میگه اگر آ با دکتر از 1 آد کنه چارکای به علاوه 5 رو، آد میکنه چارکای به علاوه 5 رو، و همچنین آد میکنه 7 کای به علاوه 6 رو. ما میخواییم ثابت کنیم که آ عدد اوله. اگر ثابت کنیم که آ یه عدد اولی هست مثل 2 یا 3، ثابت کردیم دیگه. بیایم از همون طریق حذف کنیم ضرایبو، اینو در 3 ضرب 4 ضرب کنیم، اینو در 7، خب یا منها برای اینکه در نیاد اینو در 4 ضرب کنیم، 24 این خب منهای 4، اینو در 7، اینجوری دیگه منها نمیشه وقتی جمع کنیم. خب میشه آد میکنه 28 به علاوه 35 رو، 28 کا آد میکنه منهای 28 کا به علاوه 24 رو، منهای 24 رو جمع که ببندیم 28 کا منهای 28 کا میره آد میکنه چند رو؟ 11 رو. از اونجایی که آ 1 نیست، بنابراین همون 11. چرا؟ اینجا شرط کرده دیگه، آ بزرگتر از 1. از این که آد میکنه 11 رو ما نتیجه میتونیم بگیریم که چی؟ آ 1 یا 11، چون 11 عدد اوله. سوال 81 هم تیپ کلی سوالاتی هست که تو کتابم روش تاکید شده. اگر کایی در زد باشد که داشته باشیم 5 آد میکنه 4 کای به علاوه 2 رو، ثابت کنید که 25 آد میکنه 16 کا 2 به علاوه 36 کای به علاوه 14 رو. همین 25 رو که دیدیم یاد توان 2 میفتیم، بعد این طرف هم ببینیم توان 2 داره. خب ما میدونیم اگر آ بی رو آد میکنه میتونیم نتیجه بگیریم آ به توان 2 بی به توان 2 یا به صورت n، ثابت کردیم دیگه. پس از 5 که 4 کا به علاوه 2 رو آد میکنه میتونیم دو طرف رو به توان برسونیم، 25 آد میکنه 16 کا 2 دو برابر اولی در دومی 16 کا به علاوه 4. میبینیم اینجا 36 کای به علاوه 14، درسته 16 کا دو رو داره، اما این دیگه با این فرق داره. چی کار کنیم؟ میگیم یه قاعده دیگه هم داشتیم، اگر آ بی رو آد میکنه میتونیم نتیجه بگیریم آ ام بی رو هم آد میکنه. اینجا نگاه میکنیم 4 چقدر کم داره؟ 10 تا. 16 چقدر کم داره؟ 20 تا. بعد میبینیم این 5 ضرب در 4 کا به علاوه 2 هم 20 کا رو ایجاد میکنه، هم 10. بنابراین از اینجا نتیجه میگیریم پنج آد میکنه، در 5 که ضرب کنیم اون مقدار کم داشته رو ایجاد میکنه. از این که
پنج آد میکنه 20 کای به علاوه 10 و میتونیم نتیجه بگیریم که 25 هم آد میکنه توان دویش رو که نمیتونیم. اما آهان، اگه گفتی دو طرف رو در 5 ضرب کنیم 25 آد میکنه 20 کای به علاوه، ما از اینکه آ بی رو آد میکنه، درسته آ ام بی رو، اما اینم داشتیم ام آ ام بی رو. حالا 25 آد میکنه اینو، 25 آد میکنه اینو، مجموعشون هم آد میکنه، یعنی 25 آد میکنه 16 کادو به علاوه 20 کاو 16 36 کای 10 و 4 14. بنابراین یه توان رسانی یه دونه ضریب از دو قاعده استفاده کردیم و اثبات کردیم. سال 82 میگه اگر ام و ان عضو اعداد صحیح باشه و آ و بی عضو اعداد صحیح، در این صورت ثابت کنید ام کوچکتر مساوی ان، آ آد میکنه بی رو، نتیجه میتونیم بگیریم آ به توان ام آد میکنه بی به توان ان. اگر آ بی رو آد میکنه، میدونیم دو طرف اگر به توان ام یا ان برسونیم رابطه برقراره. اما این چی میگه؟ این میگه آ به توان ام آد میکنه بی به توان ان. وقتی ام کوچکتر مساویه با ان، این رابطه تساوی معادلش رو اگه بنویسیم، بی به توان ان مساویه با آ به توان ام ضرب در کیو، و این رابطه تساویش بی برابر با آ ضرب در کیو. از این چجوری برسیم به این؟ میتونیم اینجا بگیم بی به توان ان برابر با آ ضرب در آ به توان ام منهای یک در کیو، بعد اینو بگیریم یک کیو پریم. این که نمیگه ثابت کنید آ آد میکنه بی به توان اینو، پس این نه. بی مساوی با آ کیو، میخواییم نتیجه بگیریم بی به توان ام برابر با آ ام یک کیو دیگه کیو پریم. اگر دو طرف رو به توان ام برسونیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. بی به توان ام برابر با آ به توان ام کیو به توان ام، میتونیم نتیجه بگیریم بی به توان ام آد میشه توسط آب توانه. اما از همین و اینکه ان کوچکتر مساوی با ام، یه چیزی میتونیم بسازیم. ام کوچکتر مساوی با ام، و اونم این رابطه است. بگیم بی به توان ان برابر است با آ به توان ام ضرب در آ به توان آ به توان ام ضرب در چی بشه؟
میشه آب توان N N من های N. اینم Q. حالا ما نشون دادیم A به توان M آد میکنه B به توان N. این یه راه حل. یه جور دیگه هم میتونیم اثبات کنیم. از خاصیت تعدی استفاده کنیم. بگیم A B رو آد میکنه. از این دو تا نتیجه میتونیم بگیریم. یکی A به توان N آد میکنه B به توان N و A به توان M آد میکنه B به توان M و به ازای هر توانی. و همچنین میدونیم B هم آد میکنه B به توان N. خب از همین دوتا، یعنی A به توان M آد میکنه B به توان M و B هم آد میکنه B به توان N، نمیتونیم نتیجه بگیریم A به توان M آد میکنه B به توان N. چرا دیگه؟ خاصیت تعدی دیگه. البته درست میگید، خاصیت تعدی کاملا اینجا رعایت نشده، چون A به توان M آد میکنه B به توان M و یه واسطه ای لازم داره که B به توان M آد میکنه B به توان N. اون وقت اینجوری بهتره بگیم A به توان N آد میکنه B به توان N، چون خاصیت تعدی حتما باید یه دونه مشترک داشته باشه. سوال 83 میگه اگر A B رو آد کنه C هم D رو آد کنه، ثابت کنید A C آد میکنه B D رو، یعنی طرف این رو در هم ضرب کنیم، طرف این چپ رو آد میکنه طرف این راست و حاصل ضرب طرف این راست. میگیم از اینکه A B رو آد میکنه میتونیم یه رابطه تساوی بنویسیم، B مساوی A Q، و از اینکه C آد میکنه D رو یه رابطه تساوی معادلش رو بنویسیم، D مساوی با C Q پریم. و اینجا بیایم طرف های چپ رو در هم ضرب کنیم، B D مساوی A C Q Q پریم. بقیهش هم دیگه خودتون میدونید. به جای کیو کیو پریم بزنیم کیو دگوند و نشون میدیم که بی دی توسط آسی شمرده میشه. هشتاد و چهار میگه اگر آد بشه، یعنی آد کنه بی رو و سی رو، تفاضل رو، نه اینجا دیگه تفاضل نیست، ترکیب خطیه ام بی به علاوه منهای ان سی. میگیم از اینکه که آ بی رو آد میکنه یه رابطه تساوی میتونیم بنویسیم، بی مساوی آ کیو. و همچنین بعدن ضرب کنیم، A M B رو آد میکنه. همینطور برای A هم میتونیم بگیم A N C رو آد میکنه و بعد جمع M B N C و بعد از یک کیو فاکتور بگیریم بنویسیم. بعد بنویسیم بهتر، A M B رو آد میکنه، این یه خاصیت، A N C رو آد میکنه. از این میگیم M B مساوی با A
Q از این نتیجه میگیریم NC مساوی با AQ پریم، بعد از A فاکتور میگیریم و بعد ثابت میشه. جمع و تفریقش هم شبیه همه. اما سوال 85 خیلی جالبه. یه جاهایی هست توی کتاب میگن خواندنی سوال نمیدن، اما نکاتی داره که حتی تو خود متن درس میتونه ازش تمرین داده بشه. یعنی اون خواندنی تکمیلی هست از مطالب درسی، اینجوری نیست بی ارتباط باشه. میگه ابتدا نشان دهید 10 فاکتوریل به علاوه 3 بر 3 بخش پذیره، یعنی یه عدد صحیح میشه این تقسیم. میدونیم وقتی میگیم n فاکتوریل یعنی چی؟ یعنی n ضرب در n منهای 1 ضرب در n منهای 2 تا بره 1. مثلا 5 فاکتوریل یعنی چی؟ میدونید دیگه، وقتی در شمارش در ریاضی دهم برای احتمال دیدی جایش میخواستید بخونید فاکتوریل رو تعریف کردیم. حالا 10 فاکتوریل یعنی چی؟ یعنی 10 ضرب در 9 ضرب در حالا تا بره 1. توش سم داره دیگه، پس میگیم 10 ضرب در 9 ضرب در 8 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1 به علاوه 3. میخوایم نشون بدیم تقسیم بر 3 میشه. خب مگه این یه عدد نیستش که مضرب 3؟ 10 فاکتوریل مضرب 3، چون 10 ضرب در 9 ضرب در 8 ضرب در 7 ضرب در 6 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 2 ضرب در 3 شده دیگه. بنابراین یه مضرب 3، از 3ش فاکتور بگیریم تو صورت میشه 3 ضرب در 10 ضرب در 9 ضرب در 8 ضرب در 7 ضرب در 6 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 2 ضرب در 1 به علاوه 1. این به علاوه 1 ماله همون به علاوه 3 بود که فاکتور گرفتیم. تقسیم بر 3 بشه 3 با 3 میره، پس نشون دادیم که بر 3 بخش پذیره. و سپس 9 عدد طبیعی متوالی بیابید که هیچ کدام اول نباشن. توی کتاب برای 100 فاکتوریل مثال زده. خب میدونیم 10 فاکتوریل به علاوه 3 اول نیست. چرا اول نیست؟ چون دیدیم بر 3 بخش پذیره. بر همین اساس 10 فاکتوریل به علاوه 2 هم بر 2 بخش پذیر اول نیست. 10 فاکتوریل به علاوه 4 هم، 10 فاکتوریل به علاوه 5 هم. حالا میگه متوالی دیگه، 10 فاکتوریل به علاوه 2، 10 فاکتوریل به علاوه 3، 10 فاکتوریل به علاوه 4، اینا متوالی هم دیگه، همشون یکی یکی داره اضافه میشه. 10 فاکتوریل به علاوه 1 چی؟ آیا اوله؟ نه، اونم اول نیست. از یکش که فاکتور بگیرید، چون 10 فاکتوریل یک هم داره، پس میایید از 10 فاکتوریل به علاوه 1 تا 10 فاکتوریل به علاوه 9 میشه 9 عدد طبیعی متوالی که هیچ کدام هم اول نیستن. آیا درست گفتیم؟ همه رو درست گفتیم الا یه جا رو سفسطه کردیم. ببینید 10 فاکتوریل به علاوه 2 غیر اوله. میگیم از 2 که فاکتور بگیریم میشه 10 ضرب در 8 ضرب در 7 ضرب در تا برسه به 3. بعد 2 هم که اینجا فاکتور. اما 10 فاکتوریل به علاوه 1 که میگیم از 1 فاکتور میگیریم یعنی چی؟ این میشه 10 ضرب در 9 ضرب در 8 ضرب در 7 ضرب در 2، بعد میگیم از یکش فاکتور میگیریم، بعد میشه به علاوه 1. خب این که همون 10 فاکتوریل به علاوه 1 شد. 10 فاکتوریل با 10 ضرب در تا برسه به 2 فرقی داره؟
اون ضبطر یک عدد رو اضافه نمی کنه. چیزی تغییر نمیده. پس اینجا که میگه 9 تا چی میشه؟ ببینید 10 فاکتوریل به علاوه 2 غیر اول، 10 فاکتوریل به علاوه 3 غیر اول، تا میرسه 10 فاکتوریل به علاوه 10. میتونیم همه اینا رو فاکتور بگیریم از یه عدد. 10 منهای 2 به علاوه 1 تعداد این اعداده. 8 به علاوه 1 میشه 9. از 2 تا 10 بشماریم چند تا عدد اینجوری نوشته میشه؟ 9 تا. بعد 10 فاکتوری به علاوه 1 رو نمیتونیم بگیم اوله، غیر اوله. سوالای جای خالی باز تو این بخش داریم. میگه جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید. اگر پی عددی اول و آ عددی صحیح، به طوری که پی آد نکنه آ رو، پی عدد اول، آ عدد صحیح. خب مثلا 3، آ هم یه عدد صحیح، مثلا 25. 3 آد نمی کنه 25 رو، 3 و 25 به میمیمشون چی میشه؟ بزرگترین مخصوم لدهی مشترکشون 1. این یه قاعده است. اگر یه عدد اول یه عدد رو آد نکنه نسبت به اون اول، بیان فارسی این عبارت. هر دو عدد صحیح متوالی نسبت به هم چی هم؟ اولا 2 و 3، 25 و 26. هر دو عدد فرد متوالی نسبت به هم، مثال بزنید ببینید چی هن؟ اولا 3 و 5، 7 و 9، 11 و 13، 27 و 29، 31 و 33، 33 و 35. درسته هم 33 هم 35 غیر اولن، اما نسبت به هم اولا. اما اینجا 96 و 36 و کمیمی میشه خونده، سال هفتم تاییدیه میکردید، کمیمی به میمیم رو به دست میابردید. 96 رو تاییدیه میکنید به 2، اولین عدد اولی که بهش بخش پذیره 2ه. بعد میشه 48، بعد دوباره 2، 24، باز 2، 12، باز 2، 6، باز 2، 3، 3، میرسیم به 1 دیگه، تموم میشه 2 به توان 5 ضرب در 3، این میشه 96. 36 چی میشه؟ دیگه اینو میدونید دیگه، رسم نمی کنیم نمودار ستونیشو. 2 به توان 2 ضرب در 3 به توان 2. کمی میمو بخوایم میریم سراغ مشترک ها، که اینجا 2 به توان 5، 2 به توان 2 میشه 2 به توان 5 با بزرگترین توان، 3 و 3 به توان 2 میشه 3 به توان 2. غیر مشترک هم نداریم، اگه داشتیم ضرب میکردیم. بنابراین میشه 32 ضرب در 9 288. حالا اگر به میمیم رو میخواست، یعنی به این صورت، میگفت 96 و 36 پرانتز گذاشته بود، مشترک ها 3 ضرب در 2 به توان 2 که میشه 12. برای بمیمی میریم سراغ مشترک ها با کمترین تکرار که میشه همون کمترین توان. برای کمیمی میریم سراغ مشترک ها با بیشترین تکرار یا بالاترین توان ضرب در غیر مشترک ها. اینجا چی میخواد؟ 54 و 192 رو بمیمیمشو میخواد. دیگه ذهنی میدونید 24 میشه 2 ضرب در 27، یعنی 2 ضرب در 3 به توان 3. 192 رو خب شک دارید،
تقسیم بر دو بودنش رو که میدونید، 19 تقسیم بر دو 9 تا 18 تا 96. 96 هم که دیدید چی شد، 3 ضرب در 32، پس میگیم 192 مساویه با یه 2 هم که اونجا ضرب شد، پس میشه 2 به توان 6 ضرب در 3. اینجا به میمیم میخواد، بنابراین مشترک ها میشه 2 ضرب در 3 که میشه 6. اما قسمت جیم یه نکته ای داره. اول میریم داخل کروشه به میمیم 12 و 18 رو به دست میاریم. بعد که به میمیم به دست آوردیم یه عدد میشه، با 32 که میمیم میگیریم، 12 و 18 به میمیمش میشه چند؟ 6. 6 و 32 که میمیمش چی میشه؟ چون عدد کوچیکه یه راهی میشه 32 ضرب در 1 نمیخوره به 6، 32 بزرگترین عدد ضرب در مضارب میکنیم، بعد ببینیم به اون یکی میخوره یا نه. 64 به 6 نمیخوره، 32 ضرب در 3 96 به 6 میخوره، بنابراین که میمی میشه 96. که اگر از راه تجزیه هم بریم به همین 96 میرسیم. 6 رو مینویسیم 2 ضرب در 3، 32 رو مینویسیم 2 به توان 5، مشترک ها 2، بیشترین تکرار 2 به توان 5 ضرب در مشترک ها میشه 2 به توان 5، 32 ضرب در 3، 96. هشتاد و هفت میگه درستی یا نادرستی هر یکی از عبارتهای زیر را مشخص کنید. حاصل ضرب 4 عدد متوالی بر 4 فاکتوریل بخش پذیرت. این درسته، خود 4 فاکتوریل که به 4 نه، حاصل ضرب 4 عدد متوالی آ ضرب در آ به علاوه 1 ضرب در آ به علاوه 2 ضرب در آ به علاوه 3. میگه این بر 4 فاکتوریل بخش پذیره. یه استقرار رو یاد بگیریم. استقرار چی بود؟ یه نوع استدلال بر اساس مشاهده. مثلا ما حاصل ضرب دو عدد متوالی رو میدونیم بر دو بخش پذیره. چرا؟ تو استدلال ریاضی هم که ثابت کردیم که ضرب در کار به علاوه یک حاصل ضرب دو عدد متوالی زوجه. مثالش 2 ضرب در 3 تقسیم بر 2 میشه، 3 ضرب در 2 تقسیم بر 2 میشه، 4 ضرب در 5 تقسیم بر 2 میشه. حاصل ضرب هر دو عدد متوالی بر 2 بخش پذیره. حاصل ضرب 3 عدد متوالی بر 3 بخش پذیره. داره استقرار، یعنی یه نوع استدلال که بر اساس مشاهده است رو به کار میگیریم. 3 تا عدد متوالی 3 ضرب در 4 ضرب در 5 بر 3 بخش پذیره، 4 ضرب در 5 ضرب در 6 بر 3 بخش پذیره، 7 ضرب در 8 ضرب در 9 بر 3 بخش پذیره، اصلا 45 ضرب در 46 ضرب در 47 بر 3 بخش پذیره. بعد نتیجه میگیریم. حالا برای 4 هم میتونیم اینو مثال بزنیم. درسته، حاصل ضرب هر این عدد، این عدد طبیعی متوالی بر این فاکتوریل بخش پذیره به صورت کلی. اگر آ و بی دو عدد صحیح باشن آنگاه، نه این نادرسته، جا به جایی که تو این پرانتز تأثیری نداره، یعنی به میمیم آ و بی با به میمیم بی و آ فرقی داره، نه، بنابراین این نادرسته. اگر آ و بی دو عدد صحیح باشن آنگاه
بمیمیم آبی برابر با بمیمیم مثبت و منفیشون فرقی نمی کنه. بمیمیم و کمیمیم رو تو کتاب تعریف کرده، عدد طبیعی هست، بنابراین دو تا عدد منفی اگر بخوام بمیمیمش رو هم تعریف کنیم یه عدد مثبت میشه. به مثبت و منفی بودنش ربطی نداره. بمیمیم منفی 2 و منفی 4 چنده؟ 2. اگر آبی رو آد کنه و حداقل یکی از آ و بی ناصفر باشد، خب خیلی این یه خورده استدلالیه، میگه آبی رو آد میکنه، یکی از دو عدد آ و بی ناصفر باشه و بمیمیم آ و بی باشه، قدر مطلق آ میشه. بله این درست. مثلا 6 و 12 بمیمیمش چی میشه؟ 6. چون 6 همون بخش پذیری یه عدد بر یه عدد دیگه، بمیمیمشون میشه عدد کوچیک و کمیمیمشون میشه عدد بزرگ. تو رابطه 3 هم همینو نوشته دیگه، اگر آ بی رو آد کنه و آ و بی دو عدد صحیح باشن، فقط اینجا یه دونه ظرافت رو به خرج نداده و اونم اینه 0 0 رو آد میکنه، اما این رابطه غلطه چون گفتیم کمیمیم عدد طبیعیه، دو عدد صحیح غیر 0. فقط همین قسمتش باعث میشه که غلط بشه، چون 0 0 رو آد میکنه با اینکه عدد صحیح طبق قرار دادن پذیرفتیم، اما کمیمیمش قدر مطلق 0 نمیشه. اصلا کمیمیم تعریف نمیشه، وقتی تعریف نشه هم این درست نیست دیگه. تو این بخش در مورد تقسیم یه سری تمرین داره حل میکنیم، چون تقسیمم مربوط هست به آد کردن، البته به هم نهشتی هم میرسیم، معادله رابطه هم نهشتی هم داریم. با توجه به تعریف های بمیمیم و کمیمیم ثابت کنیم اگر آ بی رو آد کنه نتیجه میگیریم که بمیمیم آ و بی برابر با قدر مطلق آ. برای اینکه بمیمیم پیدا کنیم دو تا شرط داره. 1. بمیمیم یه عدد باید، مثلا بمیمیم آ و بی شده الان اینجا قدر مطلق آ، باید ثابت کنیم قدر مطلق آ آد میکنه آ رو که این بدیهیه، و قدر مطلق آ آد میکنه بی رو. خب این هم طبق این رابطه بی مساوی با آ کیو میتونیم اینو نشون بدیم. و دوم، هر عدد دیگه‌ای مثل ام که آد کنه آ رو و آد کنه بی رو، از چی کوچکتره؟ از قدر مطلق آ. ما اینو چجوری اثبات کنیم؟ قسمت 1 رو که گفتیم میتونیم نشون بدیم، اما قسمت 2 میگیم اگر ام آد میکنه آ رو، ما داشتیم دیگه ثابت کردیم قدر مطلق ام کوچکتر مساوی قدر مطلق آ، اینو میتونیم نتیجه بگیریم طبق یه ویژگی. و قدر مطلق آ هم از قدر مطلق آ که نمیتونه بزرگتر باشه،
یه بار دیگه ام آد میکنه آروم، میتونیم نتیجه بگیریم قدر مطلق ام کوچکتر مساوی قدر مطلق آ. ما میخواییم نشون بدیم ب میم میم آوی برابر با قدر مطلق آ، قدر مطلق آ کوچکتر مساوی قدر مطلق آ هست. ام هم که آد میکنه بیرو، یعنی قدر مطلق ام کوچکتر مساوی قدر مطلق بی. وقتی که به جوش قدر مطلق آ رو در نظر بگیریم صدق میکنه. یه بار دیگه این قسمت رو بگیم چون مهم هست، مربوط به مفاهیم هست، خوب تأکید کنیم. ببینید برای اینکه نشون بدیم یه عدد بی میم میم هست، باید نشون بدیم اولا هر دو عدد رو آد میکنه، دوما از هر آد کننده دیگه برای اون دو عدد بزرگتره. ما میگیم از آ آد میکنه بی رو میخواییم نتیجه بگیریم که بی میم میم آ و بی برابر با قدر مطلق آ. اگر آ بی رو آد میکنه میدونیم قدر مطلق آ طبق قاعده کوچکتر مساوی قدر مطلق بی. همچنین برای اینکه اینو ثابت کنیم، یعنی ب میم میم آ و بی هست قدر مطلق آ، باید ثابت کنیم قدر مطلق آ آد میکنه آ رو که این بدیهیه، و قدر مطلق آ آد میکنه بی رو، اینم بدیهیه. چرا؟ چون آ بی رو آد میکنه، قدر مطلق آ بی رو آد میکنه. میتونیم اینو با مثبت منفیش در نظر بگیریم و نشون بدیم. اما این یک شرطه. شرط دوم اینه، فرض کنیم آ و بی قدر بی میمیمشون بشه یه عددی مثل دی. میخواییم بگیم این دی همون قدر مطلق آ وقتی که آ بی رو آد میکنه. دی کوچکتر مساوی هست از قدر مطلق آ. چرا؟ اینو اگر ثابت کنیم، یعنی اینکه ثابت کردیم قدر مطلق آ به میم میم آ و بیه. دی نمیتواند از قدر مطلق آ بزرگتر باشد، پس قدر مطلق آ به میم میم دو عدد است، چون هر دو رو آد کرده. اگر یه چیزی هم فرض بگیریم مثل دی، کوچکتر مساوی با آه، چون بزرگتر از خودش رو که نمیتونه آد کنه یه عدد. اما قسمت ب میگه اگر آ بی رو آد کنه، اگر یه عدد بر یه عدد بخش پذیره بزرگه میشه که میم میم. میگه اینو ثابت کنیم. همونطور که برای ب میم میم دو شرط داشتیم، برای که میم میم هم دو شرط داریم. یک، اولا هر دو عدد که میم میم باید آد کنن. خب اینجا باز بدیهیه. دومی، اگر یک کمی میم هم داشته باشیم، فرضاً مثلا دی، باید نشون بدیم که این دی بزرگتر مساویه با قدر مطلق بیه. اینو چجوری ثابت کنیم؟ باز میگیم از اونجایی که هر عددی که در بی ضرب شود
از آن بزرگتر است، بنابراین قدر مطلق بی کوچکترین مضرب مشترک است. چون دی قراره یه مضربی از بی باشه، خب بزرگتر میشه دیگه. قدر مطلق بی از اون دی کوچکتره. و باز این اثبات که تو کتابم تأکید شده، اگر پی اول آ عضو زد اعداد صحیح، پی هم آد نکنه آ رو، ثابت کنید که پی و آ نسبت به هم اول هم. برهان خلف به کار بگیریم، فرض کنیم که نسبت به هم اول نباشن، پی و آ نسبت به هم اول نباشن، بنابراین یه مخصوم و علیه مشترکی دارن مثل دی. پس دی آد میکنه هم پی رو، هم دی آد میکنه آ رو. اگر دی پی رو آد میکنه، چون پی عدد اوله طبق فرض داریم، یا دی یکه یا دی پیه. اما دی اگر یک باشه، خب ثابت شد دی یک باشه، یعنی همین دیگه، پی و آ به میمیمشون یکه. اما اگر دی پی باشه، یعنی پی آد میکنه آ رو، که این طبق فرض خلافه، گفته آد نمیکنه. بنابراین خلاف حکم باطل، حکم درسته. نبود ثابت کنید هر دو عدد صحیح و متوالی نسبت به هم اولن. یعنی ما میخواییم ثابت کنیم مثلا M و M به علاوه یک به میمیمشون میشه چی؟ یک. برهان خلف به کار ببریم، بگیم مثل همون مثل قبل، M و M به علاوه یک به میمی میدارن. حالا میگید شما چرا میگید مخصوم الیه نمیگید، چرا میگید به میمی؟ همون مخصوم الیه دیه. هم دی آد میکنه امو، هم دی آد میکنه امه به علاوه یکو. خب ترکیبشونم یا تفضیلشون یعنی تفریقشونم آد میکنه دیگه، امه به علاوه یک منهای ام، یعنی دی یکو آد میکنه. چه عددی یکو آد میکنه؟ عدد طبیعی غیر از یک. خب پس ثابت کردیم که دی یکه، نمیتونه پس غیر یک باشه. هر دو عدد صحیح و فرد متوالی نسبت به هم اولن. اینجا عدد فرد گفته، یعنی اگر امو در نظر بگیریم عدد بعدی چیه؟ ام به علاوه دو. میخواییم بگیم ام و ام به علاوه دو نسبت به هم اولن، یعنی ام و ام به علاوه دو به میمیمشون یک، فرض میکنیم یک نباشه، یعنی باشه ام و ام به علاوه دو به میمیمشون یه عددی مثل مثلا کا هستن. میگیم کا آد میکنه امو، کا آد میکنه ام به علاوه دو رو. باز بالا رو در منها ضرب کنیم با هم جمع کنیم، میشه کا آد میکنه دو رو. چه عددی دو رو آد میکنه غیر از یک و دو؟ حالا میگید چرا دو رو قبول نمی کنید؟ آیا به میمیم دوتا عدد فرد میتونه دو باشه؟ نه. پس اگر کا مساویه با یک، یا کا مساویه با دو باشه، اگر یک باشه که حکم ثابته، اگر دو باشه
خلافه، بنابراین باز به تناقض رسیدیم، یعنی همون اول اشتباه فرض کردیم که غیر یکه. اگر پی و کیو دو عدد اول باشند، ثابت کنید نسبت به هم اولن. خیلی چیز روشن و بدیهیه، اما میگه ثابت کنید. مثلا 11 و 13 دو تا عدد اولن، نسبت به هم هم اولن. همین عدد اول نسبت به هم باید اول باشن. میگیم فرض کنیم پی و کیو نسبت به هم اول نباشن. مثلا یه مخصوم الالهی مشترکی مثل دی داشته باشه. دی آد میکنه پی رو، دی آد میکنه کیو رو. خب یعنی دی یا باید یک باشه که یه عدد اول رو آد کرده، یا دی باید پی باشه. اینجا یا دی باید یک باشه یا دی باید کیو باشه. اگر یک باشه ثابت شده، چون به میمیمه دوتا عدد اول رو ثابت کردیم نسبت به هم اولن. اما اگر دی پی باشه، یعنی پی کیو را آد کرده و کیو دیگه اول نیست، این خلاف فرضه. یه بار دیگه این قسمتش ظرافت داره. اگر دی مساوی با پیه، یعنی گفتیم به میمیم پی و کیو شده چی؟ پی. یعنی مثل دو چهار بگیم به میمیمشون شده دو. دیگه نمیتونه این چهار اول باشه، مگر اینکه چه اتفاقی افتاده باشه، این کیو همون پی باشه، در صورتی که فرض کردیم پی با کیو متفاوته. توی قسمت دومم که اگر دی کیو را آد میکنه دی مساوی با یک به حکم رسیدیم، دی مساوی با کیو باشه، یعنی که پی بر کیو بخش پذیره و غیر از این که این دوتا با هم مساوی نیستن و یک حالت دیگه ای که نمیتونه باشه غیر از یک. بنابراین چون اول هست پی، به تناقض میرسیم، کیو نمیتونه بر پی بخش پذیر باشه. از اینجا به بعد تمرین ها محاسباتیه، یه مقدار سرعت بیشتری میتونیم داشته باشیم. اثباتیه یه خورده دچار سکته سرعت شدیم، اما اینجاها بعضی جا میتونیم سرعت بیشتری داشته باشیم. میگه آی منهای پنج و آ دو منهای شیش آی به علاوه یه سه به میمیمشون شده دی. دی رو محاسبه کنید. خیلی سوال خوبیه. میگیم دی آد میکنه آ دو منهای شیش آی به علاوه سه رو، دی آد میکنه آی منهای پنج رو. دیگه خیلی راحت نمیتونیم ضرب کنیم بعد بگیم که کم میکنیم از هم. یه روشش که به نظر من خوب هست اینه، بگیم آ دو منهای شیش آ به علاوه سه، چون قراره بمیمیم این دوتا رو در نظر بگیریم دیگه، تقسیم بر آی منهای پنج ببینیم میشه. خب تقسیم کردنش به این صورته، آ دو منهای پنج را یه پرانتز بذاریم کم کنیم، میشه منهای آی به علاوه سه که میشه منهای یک، منهای آی به علاوه شیش، این توی پرانتزی منها این میشه صفر، سه منهای شیش میشه منهای سه. خب دی آد میکنه آی منهای پنج
در آی منهای یک به علاوه سه رو. به جای آ دو منهای شیش آی به علاوه سه خارج قسمت ضرب در مقسومون علی به علاوه باقی من بله منهای سه. از یه طرف میدونیم دیم آد میکنه آی منهای پنج. خب به نظر شما از همینجا چی رو ما میتونیم دستگیرمون بشه؟ باقی ماندهش میشه منهای سه، نه عدد طبیعی باید بگیم. آی منهای پنج در آی منهای یک منهای سه. دی هم آد میکنه این دوتا را. درسته، اصلا اینجا یه اشتباهی کردیم. من اینو مخصوصا حذف نکنم تا این تقسیم رو دوباره انجام بدیم. البته این روشی که من دارم به کار میگیرم با روشی که در کتاب پرسامان هست یه کمی متفاوته. خب این واسمون تقسیم نکرده. آ رو گذاشتیم، آ دو منهای پنج آ، بعد سه رو آوردیم میشه حالا منهای آ تقسیم میشه منهای یک، ضرب میکنیم میشه منفی آ به علاوه پنج، باقی مانده میشه منفی دو. ببینیم درست انجام دادیم. منهای آ بعد پس میشه آ دو منهای شیش آ به علاوه سه مساوی با آی منهای یک در آی منهای پنج به علاوه منفی دو یا منهای دو بهتره. دی آد میکنه آی منهای یک در آی منهای پنج منهای دو رو، دی آد میکنه آی منهای پنج رو. چی رو از ما میخواد؟ دی رو میخواد. خودتون الان میبینید این و این یک مضربی از هم هستن، یعنی آی منهای یک در آی منهای پنج یک مضربی از آی منهای پنج هست. این دو باعث میشه که ما بدونیم اگر این بمیمیم دی بر دو هم باید بخش پذیر باشه تا از دو بتونیم فاکتور بگیریم، بنابراین دی دوه. یه بار دیگه این استدلال آخر رو که خیلی مهم هست به کار بگیریم، بعد بریم روش پرسمان. میگیم دی برابر شده با آی دی آد میکنه آی منهای یک در آی منهای پنج منهای دو رو. از اینجا نتیجه میگیریم که دی بر دو بخش پذیره. چرا؟ چون آی منهای یک در آی منهای پنج رو نمیتونیم تشخیص بدیم دیگه. این دو رو که میبینیم دی قراره آد کنه دیگه، هم باید اینو آد کنه هم دو رو آد کنه. از طرف دیگه دی آی منهای پنج هم آد میکنه. آی منهای یک در آی منهای پنج یه مضربی از چیه؟ آی منهای پنجه. توی بالا توی پایین نگاه میکنیم بزرگترین چیزی که میتونه بخش پذیر باشه همون دوه. یک که نمیتونه باشه، یک البته هست مخصومان علیه مشترک، اما بزرگترین دوه. اما روش پرسمان، این روش خیلی کارایی داره، یعنی تقسیم میکنیم بعد باقی مانده همونی میشه که دیه. اما پرسمان میگه دی آد میکنه آی منهای پنج رو، دی آد میکنه آ دو منهای شیش آی به علاوه سه رو. بعد اینجا میخواد مشابه سازی کنه، میگه یه طرف دوم این رابطه بالا رو به توان
یعنی در آ ضرب میکنه میشه آ دو منهای پنج آ، بعد یه تفریق میکنه میگه دی آ دو منهای پنج آی منهای آ دو به علاوه شیش آ منهای سه، اینو با این میزنه میگه دی آد میکنه آی منهای سه رو. بعد میاد میگه دی آد میکنه آی منهای سه رو، دی هم آد میکنه آی منهای پنج رو. از اینجا ترکیب خطی به کار برده، یعنی اینو در منها ضرب میکنه بعد جمع میکنه، یعنی دی آد میکنه آی منهای سه رو، دی آد میکنه منهای آی به علاوه پنج رو، یعنی دی آد میکنه جمعش رو، یعنی دی آد میکنه دو رو، بعد نتیجه میگیره دی دو. این روش هم روش خوبی، یه سری از ویژگی ها رو به کار میگیره تا برسه به اینکه دی چه عددی رو آد میکنه. اما این سوال خیلی سوال کلاسیکی هست توی تمرین ها، توی کنکور، توی امتحانات نهایی خیلی میاد. باقی مانده تقسیم آ بر دو عدد، همیشه این کار کنید، بر دو عدد 9، بر 9 شده 5، بر 8 شده 7، میگیم از این در میاد آ برابر با 9 کیو به علاوه 5، از این رابطه تقسیم آ 8 کیو پریمه به علاوه 7. باقی مانده تقسیم آ بر 72 رو خواسته، آ از رابطه هم نهشتی هم البته میشه این مسئله رو حل کرد، 9 آد میکنه آی منهای پنج رو، 8 آد میکنه آی منهای هفت رو. از ما خواسته چی؟ آ تقسیم بر 72 چی میشه؟ یعنی آ مساوی با 72 کیو زگوند به علاوه آر، یعنی این طرف 72 آ منهای آر. چی کار باید کنیم؟ از روابط آد کردن میتونیم استفاده کنیم. چجوری استفاده کنیم؟ اول ضرب، اینو در 8 میتونیم، اینو در 9 که 72 ایجاد بشه. بعد 8 و 9 میبینید اون طرف باز تفریق انجام بدیم میشه. 72 آد میکنه 8 آی منهای 40، 72 آد میکنه 9 آی منهای 63. بالایی رو از پایینی کم کنیم دیگه راحت، 72 آ منهای 23، میرسیم به اینکه چی؟ باقی مانده چنده؟ 23. اگر رسیدید به اینکه باقی مانده عدد منفیه، مثلا اینجا ببینیم اگر بالایی رو مثلا بالایی رو از پایینی کم میکردیم چه اتفاقی میفتد؟ 8 ضرب در 9 72 مساوی با 8 آی منهای 40 رو نوشتیم، اینجا هم که شد 72 مساوی 9 آی منهای 63. بعد خب منهایی که بکنیم که منهای 23 میشه، درسته. بعد یه کاری کنیم که آ یه طرف مثبت باشه. سوال بعدی هم مشابه همین هست. باز ما میگیم دیگه اینجا یه راست بنویسیم.
اگر باقی مانده ای تقسیم آ بر دو عدد 6 و 8 یعنی آ مساوی با 6 کیو به علاوه 4، آ مساوی با 8 کیو پریم به علاوه 7، آ مساوی با 24 کیو زگون به علاوه آر. این آر رو ما میخواییم باقی مانده بر 24. خب ما برای اینکه چی رو بسازیم؟ 24 رو بسازیم. اینو ضرب داره 4 میکنیم، اینو ضرب داره 3. حالا ممکنه بگید آقای رضایی آ چجوری ایجاد میشه؟ یه جوری عدد رو به شما میدن که وقتی این ضرب رو انجام دادید 24 ایجاد شد، تفریق کردید، آ یه طرف باشه. خب اینجا میشه 4 آ مساوی 24 کیو به علاوه 16، 3 آ مساوی با 24 کیو پریم به علاوه 21. خب این رو کم کنیم، پایین از بالا میشه آ مساوی با 24 کیو زگون همون کیو منهای کیو پریم منهای 5. باقی مانده میشه چند؟ 5. نه، منهای 5 قابل قبول نیست، باید ضریبی از توی هم نهشتی خیلی راحت تر اینو متوجه میشیم. یه 24 اضافه میکنیم، یه 24 کم میکنیم تا این منهای 5 تبدیل بشه به یه عدد طبیعی، میشه 24 کیو زگوند به علاوه 24 منهای 24 منهای 5. این منهای 24 رو 24 ازش فاکتور بگیریم میشه 24 مثلا کاپریم یا کا، 24 منهای 5 میشه به علاوه 19، باقی ماندهش میشه چند؟ 19. حتما باید باقی مانده عدد طبیعی بشه. ما تقسیم دو عدد صحیح هم حتی داشته باشیم، گفتیم باقی مانده رو تعریف کردیم توی رابطه تقسیم عدد طبیعی. ثابت کنید هر دو عدد صحیح و فرد مانند آ رو میتوان توی استدلال ریاضی دیدیم اینو. حالا اینجا گفته هر عدد صحیح و فرد مانند آ رو میتونید، مثلا شما 9 که در نظر بگیرید میتونید بنویسید 4 دفتر 2 به علاوه 1، 19 رو که در نظر بگیرید میتونید بنویسید 4 دفتر 4 به علاوه 3. یعنی میگه به یکی از این دو فرم میتونید بنویسید. دلیلش هم اینه، هر عددی رو که تقسیم میکنید بر 4 یا باقی ماندهش صفره یا 1 یا 2 یا 3. اگر فرده دیگه نمیتونه باقی ماندهش 2 باشه. چرا؟ چون زوج میشه. اگر صفرم هست بر 4 بخش پذیره زوجه، بنابراین تنها دوتا باقی مانده داریم، عدد صحیح و فرد به یکی از این دو فرم 4 کای به علاوه 3 یا 4 کای به علاوه 1. پس اگر عدد فرد باشه به یکی از این دو فرم نشون دادیم که میشه بنویسیم. باز سوال 96 سوال خوبی هست از این جهت که نکته ای داره. میگه اگر آ و بی دو عدد فرد باشن، آنگاه باقی مانده تقسیم آ دو به علاوه بی دو به علاوه 3 بر 8 چنده؟ میگه چرا اینجوری نوشتم؟ وقتی که ما میخواییم باقی مانده تقسیم رو پیدا کنیم، یه روشش اینه تک تک عدد رو تقسیم کنیم، باقی مانده هاشو با هم جمع ببندیم. شما ببینید مثلا 24 به علاوه 32 به علاوه 5 میشه چند؟ میگید چرا اینو میپرسید؟ یه دقیقه صبر کنید.
24 به علاوه 32 به علاوه 5 میشه 24 و 32 56. با 5 میشه 61. باقی مندهشو بر 8 پیدا کنیم میشه چند؟ 5. نگاه کنید 24 باقی مندهش بر 8 0، 32 بر 8 0، 5 بر 8 5. میگید اتفاقی بود، سب کنیم. 2 3 7 تقسیم بر 4، 2 3 5 و 7 12. باقی ماندهش میشه چند؟ 0. 2 تقسیم بر 4 باقی ماندهش میشه 2، 3 تقسیم بر 4 باقی ماندهش میشه 3، 7 تقسیم بر 4 باقی ماندهش میشه چند؟ 3. 3 و 3 و 2 باز تقسیم بر 2 میکنیم، 2 باقی ماندهش بر 2 0، 3 باقی مانده بر 4 میشه 8، تقسیم بر 4 باقی ماندهش میشه 0. حالا ما میخواییم باقی مانده A2 به علاوه B2 به علاوه C رو بر 8 پیدا کنیم. اول اینکه C رو حالا بذاریم کنار، دو عدد فرد داریم، یعنی یه دو کاپ به علاوه 1 که به توان 2 میرسه، یه دو کاپریم به علاوه 1 که به توان 2 میرسه، یه سم که اینجا میخوایم تقسیم بر 8 ببینیم باقی ماندهش چی میشه. این میشه 4 کا 2 به علاوه 4 کا به علاوه 1 به علاوه 4 کاپریم به علاوه 4 کاپریم 2 به علاوه 4 کاپریم به علاوه 1 به علاوه 3 تقسیم بر 8. از این 4 فاکتور بگیریم تو صورت یه نکته ای داره، البته مشابهش رو توی استدلال استنتاجی دیدیم. از 4 فاکتور بگیریم کادو و علاوه کاد درسته، از 4 کا فاکتور بگیریم بهتره، 4 کاد میشه در کای به علاوه 1 به علاوه 4 کاپریم هم اون دوتر جمله کاپریم به علاوه 1 ایجاد میشه، 1 و 1 و 3 هم میشه 5. حل شد. چرا؟ الان میگیم کا در کای به علاوه 1 حاصل ضرب دو عدد متوالی زوجه، در 4 هم که ضرب بشه فرم 8 کیو رو ایجاد میکنه، باقی مانده 8 کیو بر 8 چند؟ 0. اینجا هم کاپریم در کاپریم به علاوه 1 عدد زوجه، در 4 ضرب بشه فرم یه عدد زوج رو ایجاد میکنه، بنابراین بر 8 بخش پذیره، باقی مانده چند میشه؟ 5. سوال 97 میگه اگر این عددی صحیح باشد ثابت کنید 3 آد میکنه n 3 منهای n. اگر بخوایم از روش اشبا یعنی در نظر گرفتن همه حالات بریم، عدد n ممکنه بگید یا فرد یا زوج، اما روش اشبا معنیش این نیست که حتما همیشه مجموعه رو به دو مجموعه زوج و فرد تقسیم کنیم. افراز باید کنیم اما همیشه به زوج و فرد نه، به اونچه که به کارمون میاد. n یا باقی ماندهش بر 3 صفره یعنی بر 3 بخش پذیره، یعنی به صورت 3 کاه، یا به صورت 3 کاه به علاوه 1، یا به صورت 3 کاه به علاوه 2. یکیشو در نظر بگیرید، 3 کاه رو که خیلی آسونه، اما 3 کاه به علاوه مثلا 2 به جای n میذاریم 3 کاه به علاوه 2 به توان 3 منهای 3 کاه به علاوه 2 به این صورت میشه. توان رسانی انجام بدیم میشه 27 کاسه 3 برابر مربع اولی 9 کادو ضرب در 3 ضرب در 2 54 کا 3 در 3 کا 9 کا در
چهار، 36. این کا دوه. 36 کا به علاوه 8 منهای 3 کا منهای 2. این هر سه، البته 36 کا منهای 32 سه کا رو در نظر بگیریم میشه 33 کا که بر 3 بخش پذیره. 8 منهای 2 هم که میشه 6 بر 3 بخش پذیره، نشون دادیم که بر 3 بخش پذیره. برای سه کا به علاوه 1 و سه کا هم به همین صورت میتونیم از این روش استفاده کنیم. یا نه، روش دوم اینه، بگیم n3 منهای n یعنی چی؟ ما میخواییم نشون بدیم n3 منهای n برابر با 3 در q. دیگه از n فاکتور بگیریم میشه n2 منهای 1، که این یعنی چی؟ یعنی n در n به علاوه 1 در n منهای 1. یه جا به جایی انجام بدیم، n به علاوه 1 رو بیاریم اول، یه چیزی به یادمون میاره. بله، حاصل ضرب سه عدد متوالی که حتما بر 3 بخش پذیره. چرا؟ چون باقی مانده 1 کدوم حد اول صفره. سوال 98، اینجا گفته اگر این عددی صحیح و فرد باشه ثابت کنید بر 8 هم بخش پذیره به صورت مشابه. میتونیم چی کار کنیم؟ دوباره بگیم n سکا، نه این دفعه میایم از 4 کای به علاوه 1 و 4 کای به علاوه 3 n عددی صحیح و فرد. گفتیم هر عدد صحیح و فرد رو میتونیم به یک کدوم این دو فرم، اما اگه این یادمون نبود چجوری اثبات کنیم؟ میگیم n عددی، میگی صحیح و فرد، یعنی به فرم دو کای به علاوه 1. خب حالا دو کای به علاوه 1 رو به توان 3 برسونیم، منهای دو کای منهای 1 میخوایم نشون بدیم این برابر با 8 کا، بر 8 بخش پذیره. این که میشه 8 کاسه به علاوه 12 کا 2 به علاوه 6 کا به علاوه 1 منهای 2 کا منهای 1. منهای 1 و 1 که میره، اینجا نگاه کنید 6 کا رو داریم که منهای 2 کا شده، میشه چی؟ 4 کا. پس میشه 8 کا 3 به علاوه 12 کا 2 به علاوه 4 کا. از 4 کا فاکتور بگیریم، داخل پرانتز میشه 2 کا 2 به علاوه 3 کا به علاوه 1. اگه به جای کا بذارید منهای 1 داخل پرانتز، مگه صفر نمیشه؟ این نشون میده از حسابان که بر کا به علاوه 1 بخش پذیره. بعد میایم اینجا میگیم با توجه این که بر کا به علاوه 1 بخش پذیره، 2 کا 2 به علاوه 3 کا به علاوه 1 رو هم جمله پرانتز خارج قسمتش رو پیدا کنیم، تقسیم کنیم دیگه، میشه دو کا دو کا، پس میشه دو کا دو به علاوه دو کا، تفریق انجام بدیم میشه کای به علاوه یک، میشه دو کای به علاوه یک. پس پرانتز کنار کای به علاوه یک که همون خارج قسمتش هست به دست اومد، پس میشه به فرم 4 کا در کا به علاوه 1 در 2 کا به علاوه 1. خب مگه کا در کا به علاوه 1 حاصل ضرب دو عدد متوالی نیست؟ حاصل ضرب دو عدد متوالی هم حداقل یکی زوج زوج میشه، اینجا هم یک 4 داریم، بنابراین کا در کا به علاوه 1 یعنی به فرم 2 کاپریم میتونیم یه عددی در نظر بگیریم که در 4 ضرب میشه، میشه 8 کاپریم. حالا 2 کا به علاوه 1 هرچی میخواد باشه. پس نشون دادیم که بر 8 بخش پذیره، چون به فرم مثلا 8 کازگوند نوشته شد.
سال 99 بازم یه اثبات، اما خیلی سخت نیست. میگه اگه در یک تقسیم مقسوم و مقسومون الی هر دو بر این بخش پذیر باشن، ثابت کنید باقی مانده یه تقسیم نیز همواره بر این بخش پذیره. ما یه وقتی یه تقسیم داریم، مثلا آ تقسیم بر بی میشه، یه خارج قسمت داریم یه باقی مانده، آ برابر با بی کیو به علاوه آر، همه رو تقسیم بر این کنیم میشه آ اینوم بی کیو اینوم به علاوه آر. میدونه آ اینوم یه عدد صحیحه مثل آپریم، چون تقسیم گفته بخش پذیره دیگه، آ بر این بخش پذیره. مقسومون الی که بی هم هست بر این بخش پذیره، شده بی پریم به پریم کیو به علاوه آر به روی این. اینجا هم پس باید در نظر بگیریم آر به روی این یه عدد صحیح. چرا؟ چون آپریم منهای به پریم کیو یه عدد صحیح. اگر این طرف عدد صحیح، این طرف هم عدد صحیح هست، در نتیجه آر باید بر این بخش پذیر باشه. بنابراین میشه یه آر پریم. به این صورت اثبات کردیم. سوال 100. این قسمت تمرین های مربوط به بخش پذیری عدد صحیح یا همون آد کردن تا تمرین 104. در بخش بعدی در مورد همنهشتی تمرین حل خواهیم کرد. اگر آ عددی صحیح و دلخواه باشد، ثابت کنید همواره یکی از اعداد صحیح آ، آ به علاوه 2، آ به علاوه 4 بر 3 بخش پذیره. اینا 3 تا عدد زوج متوالی یا بگیم فرد متوالی، فرقی نمی کنه. اگه بگیم فرد متوالی میشه 2 کای به علاوه 1، 2 کای به علاوه 3، 2 کای به علاوه 4. اگه بخوایم نشون بدیم بر 3 بخش پذیره، باید چیکار کنیم؟ خب اینجا از 2 که فاکتور بگیریم میشه کای به علاوه 2، اینجا هم که 2 کای به علاوه 2 به علاوه 1، خب همین میشه دیگه، میشه 2 کای به علاوه 1، 2 کای به علاوه 3، 2 کای به علاوه 4. اگر بخوایم نشون بدیم آ بر 3 بخش پذیره، میدونیم اعدادی که صحیح هستن به یکی از فرم‌های 2 کای به علاوه 1، اگر بخوایم بر 3 در نظر بگیریم، یا 3 کای یعنی باقی مانده شون بر 3 صفره، یا 3 کای به علاوه 1، یا 3 کای به علاوه 2. حالا این اعدادی که ما اینجا داریم که 2 کای به علاوه 1، 2 کای به علاوه 3، 2 کای به علاوه 5، چون عدد فرد در نظر گرفتیم، 3 تا عدد فرد متوالی. حالا ببینیم اینجا چه ارتباطی بین این دوتا میتونیم برقرار کنیم. خب این روش، خب تو هر مسئله‌ای نباید که حتما به دو مجموعه
عدد فرد و عدد زوج افراز کنیم. ببینیم از راه دیگه میتونیم در نظر بگیریم. همین سکای به علاوه سکای به علاوه دو رو با همین اعداد در نظر بگیریم. یعنی میخواییم ثابت کنیم یا آ، خب همینجوری میتونیم بگیم، یا آ توسط 3 افراز میشه یا آ به علاوه 2 توسط 3 افراز میشه یا آ به علاوه 4 توسط 3 افراز میشه. از این نتیجه میتونیم بگیریم آ یا به فرم سکایه، یعنی این معادله همون است، این یعنی آ مساوی با سکای منهای 2، چون میشه آ به علاوه 2 مساوی با سکا، یا آ سکای منهای 4. حالا اگه نشون بدیم این سه تا حالت معادل این سه تا حالت هست، اثبات کردیم آ مساوی سکا که همون سکای منهای 2 معادل سکای به علاوه 1. چرا؟ چون یه 3 اضافه کنیم یه 3 کم کنیم، اینجا میشه سکای منهای 3 به علاوه 1. سکای منهای 3 به علاوه 1. این دوتا رو با هم میگیریم تا به این فرم در بیاد. بعد از 3 فاکتور بگیریم میشه این فرم. سکای منهای 4 هم یه دونه 6 اضافه کنیم، یه 6 کم کنیم، بعد بگیم این منهای 6 رو سکا از 3ش فاکتور بگیریم میشه 3 در کای منهای 2، اینو کاپیم در نظر بگیریم، بعد میگیم به این فرم در میاد. بنابراین نشون دادیم که آ آی به علاوه 2 و آی به علاوه 4 همون فرم هایی هستن که اعداد تقسیم بر 3 ایجاد میکنن، یعنی یا سکا یا سکای به علاوه 1 یا سکای به علاوه 2. بنابراین یک کدومشون بر 3 بخش وزیره. ثابت کنید تفاضل مکعب های 2 عدد صحیح متوالی عددی فرد است. خب n و n به علاوه 1 2 عدد صحیح متوالی، مکعب هاشون n به علاوه 1 به توان 3 منهای n3. میخواییم ثابت کنیم این عددی فرده، میشه n3 به علاوه 3n2 به علاوه 3n به علاوه 1 منهای n3. این با این میره. حالا 3n2 به علاوه 3n به علاوه 1 رو چجوری نشون بدیم عددی فرده؟ 3n2 به علاوه 3n به علاوه 1. میگیم از 3 فاکتور بگیریم میشه n2 به علاوه n. خب از n 3n فاکتور میگرفتیم بهتر بود. از 3n فاکتور میگیریم که میشه n در n به علاوه 1. این عدد زوجه. چرا؟ چون حاصل ضرب دو عدد متوالی. حالا در سه هم ضرب بشه زوج بودنی سر جاش میمونه، به علاوه 1 میشه عدد فرد. از طریق معمول اثبات کردیم. این در درس استدلال ریاضی هم میتونست مطرح بشه. سوال 102. میگه ثابت کنید حاصل ضرب 3 عدد متوالی بر 3 فاکتوریال بخش پذیر است. خب اینم سوال خوبیه.
برای اینکه ثابت کنیم حاصل ضرب سه عدد متوالی بر سه بخش پذیر است، باید ثابت کنیم که عامل سه داره. سه تا عدد متوالی یعنی 3 2 1. یا مثال داره میزنیم، یا n منهای 1 n منهای 2. چون با منها نمیخوایم کار کنیم، میتونیم اینجوری در نظر بگیریم n در n به علاوه 1 در n به علاوه 2. حالا میخوایم نشون بدیم این بر 3 فاکتوریل بخش پذیره. میگیم 3 فاکتوریل یعنی 3 ضرب در 2 ضرب در 1، درست؟ n در n به علاوه 1 عددی زوج است، بنابراین بر 2 بخش پذیر است. بر 2 بخش پذیر بودنش رو ثابت کردیم. بر 1 هم که لازم نیست ثابت کنیم. چی میمونه؟ 3. حالا چرا n در n به علاوه 1 در n به علاوه 2 بر 3 بخش پذیره؟ 3 تا عدد متوالی رو گفتیم بر 3 بخش پذیره. برای اثباتش هم کافیه ثابت کنیم چی؟ n چه به فرم سکا چه به فرم، اگر به فرم سکا باشه که دیگه ثابت کردن نداره دیگه، خودش داره میگه بخش پذیری، یا سکای به علاوه 1 یا سکای به علاوه 2. اگر n به فرم سکای به علاوه 1 باشه، بعد اینجا میشه سکای به علاوه 2، بعد میشه سکای به علاوه 3. باز میبینیم از 3 میتونیم فاکتور بگیریم، بر 3 بخش پذیر بودنش ثابت میشه. یا همینطور سکای به علاوه 2 رو میتونیم نشون بدیم. بنابراین حاصل ضرب سه عدد متوالی بر 3 فاکتوریل بخش پذیره. حالا این عدد متوالی هم میتونیم نشون بدیم بر n فاکتوریل بخش پذیره. سال 103. به میمیم که میمیم هست، اما دیگه عدد نداده، به صورت متغیر داده. این قسمت الف میگه چی؟ که میم میمه ام سه و ام حساب بشه، بعد به میم میم گرفته بشه با ام به توان 7. اولا که میم میمه ام و ام سه چی میشه؟ کوچکترین مضرب مشترکش ام سه. بعد به میمیم ام سه و ام هفت میشه ام سه، عامل مشترک یا کوچکترین مقسومان ریح، بزرگترین مقسومان ریح مشترک. 12 M2 و 8 M4 میخواییم به میمیم بزرگترین محصوم نرعیه مشترک رو پیدا کنیم. تجزیه میکنیم دیگه، 12 M2 میشه 12 × 4 ضرب در 3 ضرب در M2. یک قسمت عددی داره به میمیم، قسمت عددی رو میگیریم، بعد ضرب در به میمیم قسمت حرفی میکنیم، 4 ضرب در 2 ضرب در M4. خب 4 قسمت عددیش، M2 هم قسمت حرفیش، بنابراین به میمیمش میشه 4M2. حالا که میمیم اگر میخواست چی میشد؟ 12 و 8 میشه 24، اونم میشه M4، کوچکترین مضرب مشترک. کوچکترین مضرب مشترک رو بعدی جا میگی کوچکترین مخرج مشترک. اونجایی که مخرج مشترک میخوای بگیرید، مضرب مشترک کوچکترینش میشه مخرج مشترک دیگه. M4 و M6 میشه M4، بعد کمیمیمش با M12 میشه چی؟ M
دوازده چهار ام به علاوه دو با چهار ام به علاوه یک به میمیمش چی میشه؟ این جمعه دیگه، نباید بگی چهار ام حاصل ضربشون، نه یک که میمیمش میشه حاصل ضربش. دو تا عدد متوالی هستن، اینجوری هم میتونید در نظر بگیری، حاصل ضرب دو عدد متوالی میشه که میمیم و نسبت به هم هم اول هستن. خواستیدم اثبات کنید دیگه، همون میگیرید، مثلا دی بر، مثلا بخواید برهان خود ثابت کنید عددی غیر از یک نیست، دیدید دیگه چار ام به علاوه دو، بعد کم میکنید میگید دی آد میکنه یک و دی یا یک یا منهای یک، که چون صحبت از بمیمیم عدد طبیعی میشه یک. باز اینجا عدد رو داریم، بمیمیم 954 رو میخواد حساب کنه، 90 رو تجزیه اگر کنیم 45 ضرب در 2 به صورت عوامل اول 3 به توان 2 9 5 تا 54 هم میشه 27 ضرب در 2 عامل های مشترک 3 و 2 میشه 3 به توان 2 ضرب در 2 18. حالا 18 و 162 که میمیم میخواد، بزرگترین عدد رو در نظر بگیریم، بعد ضرب کنیم بر مضاربه، یعنی 162 ببینیم بر 18 بخش پذیر اگه بود که خودش میشه 7 8 5 و 6 تا 8 64 تا 9 8 72 تا، بله دیگه، پس میشه 162. یا بیام تجزیه کنیم، باز میرسیم به همین، وقتی که یک عدد بر یک عدد بخش پذیره، کوچکترین عدد کوچک میشه بمیمیم، عدد بزرگ کمیمیم. و سال آخر، کمیمیم دو عدد 72 و 96 را با استفاده از بمیمیم دو عدد به دست آورید. اول بمیمیم مهم به دست بیاریم، تجزیه میکنیم به این صورت 18 به 2 9 9 به 3 72 رو یا اینجوری بنویسیم 36 ضرب در 2، بعد 2 به توان 2 که یه دونم اینجا داریم 2 به توان 3 ضرب در 9 80 دیگه 3 به توان 2 و 96 هم که میتونیم بگیم 3 ضرب در 32 که میشه 2 به توان 5 به جای 32 ضرب در 3. بمیمیم میشه عاملای مشترک 2 به توان 3 ضرب در 3. اما میگه با استفاده از بمیمیم کمیمیم رو به دست بیاریم. اگر کمیمیم رو ضرب در بمیمیم کنیم چی به دست میاد؟ حاصل ضرب دو عدد. این یک قاعده است، یعنی اینجوری هم نوشته میشه که میمیم آبی ضرب در بمیمیم آبی
میشه حاصل ضرب دو عدد. ما الان حاصل ضرب دو عدد رو تقسیم کنیم بر 2 به توان 3 ضرب در 3 که میمیم به دست میاد. یعنی اینو میخواییم به دست بیاریم، به میمیم بریم مخرج. بعد 72 ضرب در 96 تقسیم بر 2 به توان 3 ضرب در 3 ساده کنیم. 2 به توان 3 با این 72 ساده بشه میشه 9. 3 با 96 ساده بشه میشه 32. 9 ضرب در 32 میشه که میمی که میشه 288. حالا اگه بخوایم از طریق معمول به دست بیاریم، عاملای مشترک با بیشترین، پس میشه 2 به توان 5 ضرب در 9 که همون 9 ضرب در 32. متشکرم، خدا نگهدار.